کامبیز خیلی خوش اومدی. روایت های متفاوتی از دلایل اعدام قطب زاده وجود داره. چه دانسته های وجود داره که به حقیقت نزدیک تر باشه؟ خب یک روایت رسمی وجود داره، روایت جمهوری اسلامی میگه که قرار بوده کودتا بکنه، مواد منفجره بریزه چاه نزدیکی محل اقامت خمینی. از اونجایی که جمهوری اسلامی سابقه راستگویی خیلی عیانی داره، ما این روایت رو کنار میگذاریم به خاطر اینکه قبلا هم راستی آزمایی شده، به احتمال قوی رگه های راستی چندانی درش وجود نداره. اما اینجا نقش شوروی و حزب توده ایران، این رو هم بگم، اینجا بسیار برجسته میشه به خاطر اینکه دو تن از اعضای حزب توده که اون موقع کسی نمیدونست از اعضای حزب توده هستن، میرفتن به چهره های سیاسی که در جناح راست اقتصادی، مثلا لیبرال میگفتن اون موقع بهشون، ملیگراها مثلا، یکیشون صادق قطب زاده بود که خودشو در این جناح تعریف میکرد، به اونها نزدیک میشن تا ازشون جاسوسی بکنن. قطب زاده هم در این مقطع تاریخی مقامهاش در جمهوری اسلامی ازش گرفته شده، از خود خمینی ناراحت، دلخوری گسترده بین او و سایر انقلابیون اومده و حتی اگر دستش میرسید ممکن بود برای تصدی قدرت هم کاری بکنه، ولی کاری نکرده بود تا اون موقع. یکی از اعضای حزب توده که گفتم سرهنگ بیژن کبیری بوده، او فرمانده یک یگانه کماندوی هوابرد بوده، معروف به کلاه سبزها. یکی دیگه سرهنگ هوشنگ عطاریان بوده، او هم سرهنگ نیروی زمینی بوده. این دوتا هر دو عضو حزب توده بودن. اتفاقی که میفته، سرهنگ کبیری میره و اونجا قطبزاده شروع میکنه سفره دلش رو باز کردن، ناراحتیش از خمینی، انتقادش از خمینی. این میشه قدم اول، یعنی این رو میره به کیانوری میگه، کیانوری میگه به رئیس شهری گفتی؟ میگوید نه، به رئیس شهری خبر میدن. رئیس شهری هم که میدونیم دیگه، در جلاد بودنش و در پاپوش درست کردن برای این و اون بی‌نظیر بود. این دفعه بهش ضبط صوت میدن و میره این حرف ها رو ضبط میکنه، حرف های قطبزاده. حالا احتمالا در اونجا طعنه هایی هم به خمینی میزده یا خالی میبسته. قطبزاده معروف بوده به اینکه خیلی نقش خودش رو اغراق میکنه در مورد اینکه میره و انقلاب رو پس میگیره از خمینی. اینها رو میگذارن برای خود خمینی، یعنی رئیس شهری میره این نوار رو میگذاره برای خود خمینی. اینجا میشه پاپوش برای بازداشتش، ولی نه هنوز اعدامش. بعد از اقدام حزب توده نقش کاگبه میاد وسط. کوزیشکین رو گفتید، یک نامه جعل میکنن، یکی از اون کارهایی که کاگبه میکنه میان و در قالب چند تا کاغذ به طوری که دیده بشه میذارن تو باجه تلفن، توی باجه تلفن نزدیک خیابان تابنده تهران، به پلیس خبر میدن، میگن یکی اینجا شاید بمب گذاشته باشه. پلیس میاد و میبینه اونجا پیامی هست و این پیام با اینکه اسم قطبزاده توش نبوده، ولی طوری القا میکرده که قطبزاده با CIA در تماس. بله. ببین، میخوام بپرسم که چرا کاگبه به دنبال حذف قطبزاده بوده و اساسا آیا شرکای ایرانی کاگبه، حالا اشاره میشه به اسمایی مثل عباس آقازمانی یا موسوی خوئینی ها، از قطبزاده احساس خطر میکردن که منافع اونها رو به خطر بندازه یا انقلاب رو مثلا به دست بگیره؟ خیلی بحث مهمی است. اولین موقع های روزهایی که قطبزاده شد وزیر خارجه، با شوروی یک بازی رو شروع کرد، اومد گفت چرا انقدر شوروی ملک داره تو ایران، چرا دو تا کنسولگری داره، چرا در رشت، چرا کارکنان سفارت شوروی مثلا بیشتر از سفارت ایران در مسکوه، و میاد یک سری اقدامایی میکنه. مثلا ابلاغ میکنه که بعد کارکنان سفارت شوروی 13 نفر کم بشن. و اینجا ببینید وزارت خارجه شوروی دست کیه؟ دست آندر گرومیکو، بهش اصلا غربی ها میگفتن مستر نیت. کارش نگفتن بود، خیلی جلوی عرض به حضور شما که قدرت های جهانی هم میستاد در شورای امنیت سازمان ملل، وتو میکرد پشت سر هم، خیلی براش گرون تموم میشه. اعتراض میکنه و اینجا 23 مرداد 59 قطبزاده یک نامه بسیار تندی به گرومیکو می نویسه، در روزنامه اطلاعات وقت هم منتشر می کنه. اینجا بود که کاگبه دید سیاست دیگه مذاکره با قطبزاده جواب نمیده، باید از بین ببرتش. یک مثال هم بزنم شاید اینو روشنتر کنه. صادق طباطبایی، یک صادق دیگر، فامیل خمینی هم بود، صادق طباطبایی میگوید که من اون زمان که این نامه منتشر شد سوریه بودم، عبدالحلیم خدام وزیر خارجه وقت سوریه که رفاقت داشت با
قطب‌زاده به من گفت صادق دیوانه شده، این چه نامه ایست که نوشته؟ این نامه حکم قتلش هست به دست روس‌ها. بنابراین کاگبه و شوروی بسیار ناراحت بودن از اقدامات قطب‌زاده. و متروخین اینجا، واسیلی متروخین میگوید که ما چند تا کار کردیم، اول سعی کردیم رام کنیم قطب‌زاده رو، نتونستیم، بعد بی‌اعتبار کردیم و بعد کنار زدیم قطب‌زاده. حالا تو سالهای بعد کاپیس چطور؟ آیا این خط مشی کاگبه تو جمهوری اسلامی قابل رؤیت هست در موارد دیگه؟ خیلی تیتروار بگی چون وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم. پس دو تا مثال میزنم و جمعش میکنم. یکیش چهره معروف محمد جواد ظریفه. جواد ظریف زمانی که میرن قطعنامه 598 رو قبول کنن میگوید که روز قبل قطعنامه ماموران شوروی رو دیدم، به من، البته نمایندگان شوروی رو، دست سازمان ملل، به من گفتن که ما قطعنامه بعدی رو هم دیگه مقاومت نمیکنیم، صادر میشه. که ما رفتیم 598 رو پذیرفتیم. بعدا اینها یه هیئت فرستادن به دولت وقت که موقع میرحسین موسوی بود، گفتن این ظریف مامور شما در نیویورک مأمور آمریکایی است، به خاطر اینکه ما بهش اینو نگفتیم، ما بهش گفتیم ما مقاومت میکنیم. این زیراب ظریف رو موقع زدن و پروندهش برسدن وزارت اطلاعات. دومی رو هم که بگم احتمالا برای دیگه معاصرین و بینندگان آشناست، علیرضا اکبریه که دی 1401 اعدام شد. او رو هم کاگبه در واقع به جمهوری اسلامی گفت که او جاسوس بریتانیایی هاست و تأسیسات فوردو رو لو داده. کاگبه امروز دیگه میدونیم که کاگبه نیست، در واقع میراث دارش در دولت روسیه هست که این کارها رو میکنه، ولی در هر صورت سیستم امنیتی شکلش امروز هم مانند همون کاگبه دوران شوروی. بی‌نهایت ممنونم کامبیز غفوری که در این بخش از برنامه با من از نزدیکی قطب شمال همراه بودید.